میخوایم چند فصلی رو به مدیریت تجهیزات شبکه اختصاص بدیم. در این فصل میخوایم در مورد بعضی از پروتکل‌های مدیریت شبکه صحبت کنیم. مثلا میخوایم در مورد پروتکل CDP و LLDP صحبت کنیم که وظیفه اصلیش استخراج توپولوژی شبکه است و در ادامه خواهیم دید. در مورد پروتکل NTP صحبت خواهیم کرد که وظیفه‌اش یکی کردن تایم توی همه تجهیزات شبکه است. یکی شدن تایم توی تجهیزات شبکه بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه شما وقتی بعداً میخواید اتفاقاتی که تو شبکه میفته رو مانیتور کنید، بغل هر ایونت یا اتفاق یک ساعت و یک تاریخ نوشته شده و مطمئناً این ساعت‌ها و تاریخ‌ها به شما کمک میکنه که بتونید بهتر مانیتورینگ و رفع اشکال شبکه رو هندل بکنید. پس پروتکل NTP وظیفه‌اش یکی کردن تمام تایم‌های تجهیزات شبکه است که مطمئن باشیم از ساعت و تاریخی توی مانیتورینگمون ما با اونها مواجه میشیم. در مورد پروتکل سیسلاک، یکی دیگه از پروتکل‌های مهم مدیریت شبکه صحبت خواهیم کرد که با استفاده از اون ایونت‌هایی که روی تجهیزات شبکه اتفاق میفته به صورت یک لاگ مسیج در اختیار شما قرار میگیره. این که من میگم تجهیزات شبکه، نه لزوما تجهیزات شبکه، یعنی میتونه ایونت از یک سرور باشه، میتونه ایونت از یک اپلیکیشن باشه، میتونه ایونت از یک آپراتینگ سیستم باشه، اما چون ما تمرکزمون روی تجهیزات شبکه است، ما بیشتر ایونت های تجهیزات شبکه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اول از همه از پروتکل سیسلاک شروع میکنیم. گفتیم هدف از پروتکل سیسلاک اینه که ایونت های مهمی که در شبکه اتفاق میفته در اختیار شما قرار بگیره. حالا چجوری در اختیار شما قرار بگیره؟ روش های مختلفی داره. مثلا شما میتونید به دیوایستون کنسول بزنید و اتفاقات مهم رو به صورت ریال تایم ببینید. و بدیهیه که من نمیتونم شبانه روزی به دیوایس کنسول بزنم و ایونت های مهم رو ببینم. یا میتونید پیغام های مهم رو از راه دور و از طریق تلنت و SSH ببینید. لزوم نباشه در کنار دیوایس باشه، تو خونتون هم نشستید ریموتی به دیوایس وصل میشه و ایونت های اون دیوایس یا تجهیزات شبکه رو میتونید ببینید. این اتفاق هم همیشه شدنی نیست. من که نمیتونم به صورت 24 ساعته از راه نزدیک یا از راه دور به دیوایس وصلم برای اینکه بتونم لاک هایی که اتفاق میفته رو به صورت ریل تایم ببینیم. به روش اول مشاهده لاگ میگن لاگین کنسول، یعنی لاک ها رو تو صفحه کنسول نشون بده، و دومی میگن لاگین مانیتور، یعنی اینکه لاک ها رو در صفحه تلنت و یا SSH نشون بده. لاک ها رو به شیوه های دیگه هم میشه دید. مثلا میشه لاک ها رو بافر کرد و فردا با دستور شو لاگین ببینیم. امروز هر اتفاقی که میفته رو لاک کنیم، فردا بیایم ببینیم. اینجوری لازم نیست که من بیام و مرتب کنسول بزنم یا از راه دور وصلم و لاک ها رو ببینم. میتونم روزی یه بار وصلم و از تو بافر با دستور شو لاگین لاک ها رو ببینم. اما این کار هم خیلی منطقی نیست، به خاطر اینکه بافر معمولا سایز محدودی داره. ضمناً من اگر میخوام ایونت های هر دیوایسی رو ببینم، باید به همون دیوایس وصلم. به جاش میتونم روش چهارم استفاده کنم که لاگ رو به یک سرور مرکزی به اسم سیسلاک سرور بفرستیم. این کار مهمترین مزیتی که داره اینه که لاگ تجهیزات مختلف شبکه همه توی نقطه مرکزی به اسم سیسلاک سرور جمع میشه و شما میتونید اون رو توی سیسلاک سرور ببینید و مدیریتش بکنید. لاگ هایی که ارسال میشه یک همچین فرمتی داره. مثلا اینجا نوشته 18 دسامبر ساعت فلان لاین پروتکل 5 up down، توضیح داره لاین پروتکل آن اینترفیس فصل تنل سف سف چنج استیت تو داون، یعنی لاین پروتکل یا اینترفیس داون شده و این رو به صورت یک لاگ مسیج به من نشون بده. اگه بخوایم فرمت این مسیج رو تحلیل کنیم، قسمت اول مسیج تایم رو نشون میده که برای همین رو گفتم بهتره که تایم تو همه تجهیزات شبکه یکسان باشه. در ادامه پروتکل NTP رو بررسی خواهیم کرد. قسمت دوم فسیلیتی رو داره نشون میده که مثلا اینجا نوشته لاین پروتکل فسیلیتی، دستبندی که معمولا برای لاک ها در نظر گرفته میشه. دستبندی قبلا توسط کمپانی یا وندور تعریف شده است ولی قابل تغییر هم هست، اگرچه معمولا این اتفاق نمیفته.
عدد 5 اینجا میزان اهمیت این لاگ رو نشون میده. اهمیت لاگ ها از 0 تا 7 شماره گذاری میشن. 0 بالاترین سطح اهمیت رو نشون میده و 7 کمترین سطح اهمیت رو نشون میده. شما وقتی میگید من لاگ های با سطح اهمیت 5 رو میخوام ببینم، تمام لاگ های با سطح اهمیت 0 تا 4 رو هم خواهید دید. تاپ داون کدیه که یا کتاب میگه نمونیکیه که برای این مسیج در نظر گرفته شده، یا کلمه کلیدیه که برای این مسیج در نظر گرفته شده. کلمه آپ داون یه در حقیقت شعار، یک سمبل برای این پیغام مسیج، و نهایتا خود دیسکریپشن مسیج رو نشون داده که لاین پروتکل و اینترفیس فلان چنج استیت تو داون. سطح امنیتی مسیج ها رو هم میشه، سطح اهمیت مسیج ها رو هم میشه عوض کرد، ولی معمولا چنین کاری انجام نمیگیره. ضمناً با دو تا دستور سرویس تایم استمپ میتونید بگین به لاگ تایم اضافه بکن یا نکن، با دستور سرویس تایم استمپ یا نو سرویس تایم استمپ. به همین صورت با دستور سرویس سکونس نامبر یا نو سرویس سکونس نامبر میتونیم بگیم که بغل هر مسیجی یک سکونسی بزن که در حقیقت ترتیب مسیج ها هم مشخص بشه. به صورت پیشفرض اگر اشتباه نکنم، سرویس تایم استمپ اینیبل، یعنی تایم در کنار مسیج دیده میشه، و سرویس سکونس نامبر دیسیبل و تایم در کنار مسیج دیده نمیشه. اینجا سطح اهمیت مسیج ها رو داره نشون میده که از 0 تا 7 شماره گذاری شده. 0 الرت و بالاترین اهمیت رو برای ما مشخص میکنه، 1 امرجنسی، 2 کریتیکال، 3 ارور، 4 وارنینگ، 5 نوتیفیکیشن، 6 اینفورمیشنال و 7 دیباگ. اولا اینکه معمولا ما ترجیح میدیم که لاگ شماره 0 تا شماره 5 رو ببینیم، حالا به صورت مرکزی روی سیس لاگ سرور یا روی خود تجهیزات به صورت کنسول و یا تلنت و SSH، ترجیح میدیم که لاگای سطح 0 تا 5 رو ببینیم. لاگای سطح 6 و 7 لاگایی هستن که معمولا در زمان ترابل شوتینگ و زمانی که پیغام های زیادی رو باید بررسی کنیم تا بفهمیم مشکل از کجاست، مورد استفاده قرار میگیره. حتما یادتونه زمانی که از دستور دیباگ مثلا تو پروتکل مسیریابی ریپ استفاده کردم، دستور دیباگ آی پی ریپ رو به شما نشون دادم. دیباگ دقیقاً نشون میده توی پس زمینه چه اتفاقی داره میفته. حجم لاگ هایی که میفرسته بسیار زیاد خواهد شد و معمولا توجیه نداره که ما این همه سطح لاگ ها رو بخوایم در این وسعت ببینیم، مگر در زمان خاص و در یک شرایط خیلی خاص. با این دستورات ما میتونیم لاگین کنسول لاگ رو در صفحه کنسول ببینیم، ولی جلوش میتونیم بگیم تا چه سطحی. اگر اشتباه نکنم به صورت پیشفرض تا سطح 5 رو نشون میده. لاگین مانیتور جلوش میتونیم سطحش هم بگیم، لاگین بافر جلوش میتونیم سطحش هم بگیم، و لاگین هاست آدرس آی پی اون سروری که میخوای لاگ به سمتش ارسال بشه، و با دستور لاگین تراپ میتونید سطح اهمیت مسیج هایی که میخواید برای سیسلاگ سرور ارسال بشه رو هم مشخص بکنید. اینجا یه مثال زده، گفته لاگین کنسول 7، یعنی میخواد تو صفحه کنسول تمام لاکار تو سطح دیباگ ببینم. رو صفحه تلنت و SSH این هم همینه دیگه، تا سطح دیباگ ببینم. بافر تا سطح 4، به سیسلاک سرور به صورت دیفالت، حالا هرچی که از مثلا 5، و لاگین تراپ، آها اینجا نوشته لاگین تراپ وارنینگ، تا سطح وارنینگ که وارنینگ میشه سطح 4. توی سیسلاک سرور میخواد تا سطح 4 منتقل بشه. خب منم میخوام اینو به شما نشون بدم، یعنی استریم رو باز میکنم و به شما چگونگی فعالسازی لاگین رو نشون خواهم داد. یعنی استریم رو لود کردم و یک آدرس آی پی روی این روتر گذاشتم، سرانسفش 1200. تنها کانفیگی که انجام دادم اینترفیس فست 0.0 و آی پی سرنوشتش 1200 رو برای اینترفیس در نظر گرفتم، و اینجا هم پین گذاشتم که مطمئن بشم ارتباط با این روتر وجود داره. خب من دسترسی راه دور رو هم براش فعال میکنم، یوزرنیم رایکا، پسورد رایکا،
enable password رایکا و بعد لاین vty 0 تا 15 لاگین لوکال. و با دستور تلنت سر 1200 با پوتی تلنت میزنم. تلنت سر 92.168.200 یوزرنیم رایکا، پسورد رایکا و اینیبل رایکا. خب من هم دسترسی کنسول دارم اینجا، هم دسترسی تلنت و SSH دارم اینجا. خب کاری که انجام میدم، میام لاگینگ رو اینیبل میکنم رو صفحه کنسول، لاگینگ کنسول، و میگم تا سطح 5 رو میخوام ببینم. حالا میام اینترفیس فست اینترنت 01 رو به عنوان مثال شات داون میکنم. و بعد نو شات داون. ببینم؟ بله. اگر دقت بکنید اینجا به من پیغام رو نشون داد، اینجا نمونیک سطح اهمیتش 3 وقتی که اینترفیس آپ شد، ولی وقتی اینترفیس دان شد پیغام به من نشون نداد. بذاریم من بگم لاگینگ کنسول 6 ببینیم نشون میده شات داون. خب اینجا میبینیم که بله سطح امنیتی 5 چون پیشفرض دان بود، من موقعی که زدم شات داون اینترفیس شات داون بود، برای همین هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی زدم نو شات داون سطح امنیتش 3 برای آپ شدن بود، چنج استیت تو آپ. یه 5 هم داشتیم، یعنی دو تا پیغام داد به ما، یکی با سطح اهمیت 3 نشون داد با نمونیک لینک، یکی با لاین پروتکل 5. یعنی این فیزیکال این لاین پروتکله، اونی که فیزیکی بود رو با سطح اهمیت 3 به من نشون داد، اونی که لاین پروتکل بوده با سطح اهمیت 5. وقتی دان هم شد باز به همین صورت، ولی هر دو رو 5 نشون داد این دفعه، هم فیزیکی و هم لاین پروتکل 5. دوباره نو شات داون و میبینیم که دوباره به من نشون داد. حالا من میخوام رو صفحه تلنت و SSH هم ببینم. دیدید که رو صفحه تلنت و SSH چیزی نشون داده نشد. با دستور لاگینگ مانیتور و اینترفیس فست تلنت 01 شات داون میخوام ببینم که اینجا رو صفحه تلنت و SSH میاد یا نه. میبینیم که بازم نیومد. لاگینگ مانیتور بنویسم 5 که نمیدونم دیفالتش چیه. فست تلنت 01 الان که شات داونه میگیم نو شات داون. بازم میبینیم که روی صفحه تلنت و SSH چیزی نشون داده نمیشه. اگه شما میخوای خروجی لاگ رو در صفحه تلنت و SSH ببینید، باید حتما دستور ترمینال مانیتور رو بزنید تا بتونید لاگ رو ببینید. حالا من میذارم شات داون، میبینیم که اینجا هم لاگ اومد و میذارم نو شات داون و اینجا هم مجدداً لاگ نشون داده خواهد. راه دیگه اینه که من لاگ رو بافر کنم، میگم لاگین بافر، بازم سطحش رو مشخص میکنم لاگین بافر 5 و این دفعه دوباره میام اینترفیس فست اینترنت 01 شات داون، اینترفیس رو شات داون میکنم، دوباره میذارم چی نو شات داون و نهایتا دوباره شات داون. این اتفاقات داره میفته توی روتر من، ولی من فرض کنید که کنسول و یا تلنت و سش نزدن، یعنی به دیوایس وصل نیستم که این لاگ ها رو ببینم، اما لاگ ها رو بافر کردم با این دستور لاگینگ بافر. لاگ ها رو بافر کردم، فردا صبح میتونم بیام با دستور شو لاگینگ لاگ ها رو ببینم. ببینید این اتفاقاتی که الان اینجا نشون داده شده. بنابراین من تونستم لاگ ها رو بافر کنم و فردا ببینم. البته تو دسته لاگینگ بافر تنظیماتی هم وجود داره، من جمله این که مثلا سایزش چقدر باشه و این مثلا بافر سایزش چقدر باشه، یا اینکه مثلا اگه پر شد چیکار بکنم،
فرمت خروجیش مثلا XML باشه یا نباشه، فرمت های دیگه ای هم وجود داره. اما از همه مهمتر اینه که من بیام و توی سیسلاک سرور اون رو نمایش بدم. این نرم افزار سیسلاک سرور سولار وینز که البته نسخه کرک شدهش رو اگر نسخه اوریجینالش رو ندارید باید تهیه کنید. معروف ترین سیسلاک سروری که وجود داره توی دنیا یکی نسخه اوپن سورسشه که بهش میگن سیسلاک NG و نسخه همون تجاری نسخه حرفه‌ای سولار وینز بهش میگن کیوی. این دو تا از معروف ترین سیسلاک سرورهایی که توی سازمان ها داره مورد استفاده قرار میگیره. اولی اوپن سورس رایگانه، شما میتونید تو محیط لینوکس نصب بکنید و ازش استفاده کنید. این سیسلاک سرور منه، کافیه که من ببینم آی پی کامپیوترم چنده و بهش بگم برای سیستم من ارسال بکنه. آی پی 192.168.1.7 رو اینجا من میبینم و بعد میام میگم لاگینگ به صفحه کنسول و از چم لاگینگ هاست 192.168.1.7 و لاگینگ ترپ میگم تا چه سطح اهمیت رو نشون بده، باز اینجا میگم سطح اهمیت 5 رو نشون بده و بعد میام اینترفیس رو شات داون میکنم دوباره و اینترفیس رو مجددا نو شات میزنم. شات داون بوده مثل این که نو شات میزنم، دوباره شات میزنم و بعد روی سیستاک سرور نگاه میکنم. ببینید که اون پیغام روی سیستاک سرور هم ظاهر شده که تو سیستاک سرور چون از همه تجهیزات لاگ ها میاد توی نقطه مرکزی، تو اون نقطه مرکزی شما میتونید کار آنالیز رو برای لاگ های دریافتی انجام بدید. خب پس این در مورد لاگین که با هم دیگه یاد گرفتیم. در مورد دستور دیباگ هم من این توضیح رو بدم. دستور دیباگی که شما میذارید در حقیقت دارید لاگ سطح 7 رو میبینید، یعنی لاگ هایی که از نظر اهمیت زیاد مهم نیستن که شما بدونید، یعنی یه ادمین شبکه مثلا بدونه که الان تو ریپ تو بک‌گراندش چه اتفاقی داره میفته. خب خیلی برای من مهم نیست، همین که ریپ کار میکنه برای من کافیه. اما در زمانی که دارم رفع اشکال میکنم من دوست دارم لاگ های سطح 7 رو هم ببینم. در چنین شرایطی از دستور دیباگ استفاده میکنیم که ما تو پروتکل مسیریابی ریپ این کار رو انجام دادیم با دستور دیباگ آی پی ریپ. اگر میخوایم دیباگ رو برداریم با دستور نو میتونیم برداریم. با دستور نو دیباگ آل تمام دیباگ ها برداشته میشه، یعنی هر چند تا دیباگی فعال کرده باشید با دستور نو دیباگ آل میتونید چیکار کنید؟ غیر فعالش کنید. نو دیباگ آل. خب پس این پروتکل سیسلاک. پروتکل دومی که توی کتاب براتون در نظر گرفته پروتکل NTP ه که البته تا اونجا که من حضور ذهن دارم این پروتکل روی GNS3 درست کار نمیکنه، به خاطر اینکه NTP یه چیزی که به سخت افزار وابسته است و میدونید که GNS3 سخت افزارش امولیت شده است، سافرش واقعیه ولی سخت افزارش امولیت شده است. شما محدود کامند های رو تو روترها پیدا میکنید که به نوعی به سخت افزار وابستن، ممکن تو GNS3 شما نتونید به خروجی مورد نظرتون بسید. حتی کامندهایی وجود داره که وقتی میزنیم کلن سر روتر هنگ میکنه توی محیط GNS3 به خاطر اون ماهیتی که اون دستور داره که میاد از سخت افزار کمک میگیره، تو GNS3 ممکن نشه ازش استفاده کرد. اما هدف از MTP که حالا پیاسازش الان بهتون نشون میدم یکی کردن تایم توی تجهیزات شبکه است. اینجا لاگ ها رو نشون میده، میگه شما توی لاگ ها همیشه تایم رو دارید و خیلی مهمه که این تایم درستی باشه و الان نمیتونه تحلیل لاگ انجام بدید. بنابراین ما دنبال این هستیم که همه تجهیزات شبکه حتما تایم و ساعت یکسانی، دیت و تایم یکسانی داشته باشن. اول ما بایستی تایم اون دیوایسی رو درست کنیم که میخواد به عنوان NTP سرور عمل کنه، یعنی میخواد بقیه از تایمشون از این بگیرن.
بنابراین اول با دستور کلاک تایم زون شما میگید تایم زونتون چیه. مثلا ما میگیم IRST مثبت 3.5. مثلا تو ایران تایممون IR، حالا اسم از خیلی مهم نیست ولی معمولا اسامی استاندارد سر میکنن استفاده کنن، اسم این منفی 5 یعنی که نسبت به تایم مرکزی 5 ساعت عقبه که توی ایران مثبت 3.5 باید در نظر گرفته شده. کلاک سامر تایم رو میتونیم فعال بکنیم. کلاک سامر تایم در حقیقت همونیه که شما سالی یه دفعه یک ساعت ساعت رو میبرید جلو و یک بار هم دوباره ساعت رو برمیگردید به حالت اصلی، بهش میگن سامر تایم، که باز یک اسمی براش در نظر میگیرید که این اسم EDT معمولا در نظر میگیرن به خاطر اینکه به معنی دیلایت سیوینگ تایمه، به خاطر اون صرفه‌جویی در مصرف برق هست. و ریکرینگ یعنی که به صورت اتوماتیک خودت هر سال سر زمان یک ساعت ببر جلو و یک ساعت بیار عقب و تمام تجهیزات شبکه خود به تبع این کارو انجام خواهند داد. برای اینکه کلاک اون سیستم رو ما ست کنیم تو محیط اینیبل از دستور کلاک ست استفاده میکنیم. بذارید من هم بزنم. اولین پس چیزی که دیدیم بحث کلاک تایم زون بود که یه اسم باید در نظر بگیریم، حالا مثلا میگم ایران تایم، ایران تایم مثبت 3.30. شاید کلمه مثبت رو یا اینجوری باید بنویسم، مثبت 3.30. بعد کلاک سامر تایم رو بایستی بنویسم، حالا مثلا EDT ریکرینگ. بعد خود کلاکمون رو تنظیم میکنیم و الان ببینیم چی شد. میگه که سیستم کلاک has been updated from 20. اینجا موقعی که بردم مثبت 3.5 سیستم کلاک has been updated from 16:30 به چند؟ به 9:59، یعنی 3 ساعت و نیم رفت جلو. خب چون ساعتش رو از سیستم هم گرفت، معلوم گفت این بعد خودش فکر میکنه که مرکزیه. حالا تو محیط ریل شما هم چه مشکلی نخواهید داشت، اینجا فکر میکنه بر مبنای صفر ساعتش تنظیم شده. وقتی گفتید 3.5 برو جلو، میبینیم که دقیقاً 16:30 یعنی 4:30 شد ساعت 5:30، 6:30، 7:30، 8، یعنی 19:59 دقیقه، یعنی همون 20. یعنی الان و بعد اومدم چیکار کردم، دستی ساعت رو میخوام تنظیم کنم با دستور شو کلاک. من کلاک رو میبینم و بعد با دستور کلاک ست ساعتش رو همون ساعت سیستم هم میذارم 4:31:30 و بعد میذارم IRST امروز مثلا یک شنبه است، امروز دوشنبه است، مانده دسامبر 27 دسامبر 2016. خب ببینم چی باید بدم. ماه 12، دی آف مانس، اول میگه دی آف مانس که میشه 27، بعد مانس میشه 12، بعد اینجا اینجوری بنویسم دسامبر 27 دسامبر، اینجا 2016. بعد خب و الان اگه من شو کلاک بگیرم، خب بعد میریم ساعت دوباره برگشت دیگه. الان از ساعت 22 دقیقه IRST شده تغییر کرده به ساعت 4:31، یعنی همین چیزی که من الان ست کردم. خب بعد از اینکه تایم رو کلاک رو تغییر دادیم رو اون سیستم، یعنی اون سیستمی که میخوایم به عنوان تایم سرور عمل کنه، الان ساعت شده اولا IRST مثبت 3.5 27 دسامبر 2016، ساعت مثلا 4:47 حالا هر ساعتی که گذاشتید. بعد بایستی بیاد NTP سرور روش فعال کنیم. برای فعال کردن NTP سرور کافی بیان رو اون سرور بزنید NTP master. حالا بزنید من تو این سناریو یه روتر دیگه هم در نظر بگیرم ببینم که
پس اعتراض صفر یک به صفر صفر. معمولا 5 دقیقه 10 دقیقه هم طول میکشه که کلاک سینک بشه، اینو مد نظر داشته باشید. خیلی توی مانیتورینگ و ترابل شدین که MTP اصلا عجله نکنید. IP اینجا که بود 192 سش یک، IP اینجا رو مثلا میگیرم 100 و مثلا میگم 10 1 1 0 سلش 24 تو روتر R1 میگم اینترفیس فاست اینترنت 01 آی پیش از 10111 سه تا 255 سه و روتر R2 اینترفیس فاست اینترنت 00 آی پی ادرس 10112 سه تا 255 سه پینگ 10111. اونی که میخواید به صورت NTP سرور عمل کنه روش میذاره NTP ماستر. NTP ماستر همین NTP ماستر. اینجا یه استاتوم لول داره که استاتوم لول معمولا میشه که اون NTP سرور سطح NTP سرور. مثلا NTP سرور اتمیک داریم، سرورهایی که از اون NTP سرور میگیرن مثلا اون میشه NTP سرور سطح 1، بعد NTP سرورهایی که از اون میگیرن میشه 2، NTP سرورهایی که از این NTP سرور سطح 2 میگیرن میشه NTP سرور سطح 3. زمانی که چند سطح NTP سرور داشته باشید که خود NTP سرور از NTP سرور دیگه داره یاد میگیره، استراتوم لول معنی پیدا میکنه. اما اینجا ما کلا میذاریم NTP ماستر. اما اونایی که میخوان یاد بگیرن آدرس NTP سرور رو بهشون میدیم. مثلا میام تو روتر R2 میگم آدرس NTP سرور هست 10111، یعنی برو خودتو با اون سینک کن. با دستور show NTP association باید ببینیم اینجا سینک شده. show NTP association که البته گفتم طول میکشه این قضیه، ولی من دستورش یه بار میزنم show NTP association. خب هنوز این اتفاق نیفتاده، اگر اتفاق بیفته این پایین این پیغام کلاک سینک کنه. show NTP status هم بزنم، این شو دستور show NTP status اگر بزنم اینجا داره کلاک از آن سینکرونایز، هنوز سینک نشده. اینجا ریفرنس کلاکش رو باید بریسه آدرس، همون آدرسی که در حقیقت کلاک رو ازش یاد میگیره، که هنوز این اتفاق نیفتاده. در ضمن یه دستوری از NTP آدرس سورس رو میتونیم بدیم، NTP سورس. با این دستور NTP سورس مثلا لوپ بک است. حالا قضیه از چه قراره؟ خیلی پیشنهاد میشه که برگردم بالا، خیلی پیشنهاد میشه که روترهایی که چند تا اینترفیس دارن توی شبکه آدرسی که پکت های NTP باش ارسال میشه یا آدرسی که به عنوان NTP سرور میدید آدرس هیچ کدوم از اینترفیس ها نباشه. در غیر صورت اگه اینترفیس دان بشه دیگه نمیتونه از NTP سرور تایم رو بگیره، در حالی که واقعا NTP سرور الایوه، اون اینترفیسش دان شده. برای همین پیشنهاد میشه همیشه NTP روی NTP سرور یه لوپ بک درست کنید و اون رو به عنوان سورس NTP سرور معرفی کنید و بقیه روترها هم بگید اون آدرس لوپ بک NTP سروره. پس ما اینجا اومدیم آدرس اینترفیس فیزیکی رو به عنوان NTP سرور در نظر گرفتیم، سعی می‌کنیم کار انجام ندیم، اینترفیس لوپ بک درست می‌کنیم و اون آدرس اینترفیس لوپ بک رو به عنوان آدرس NTP سرور در نظر می‌گیریم. بنابراین اگر این اینترفیس من قطع بشه این روتر باز از این مسیر میتونه به لوپ بک دسترسی پیدا کنه، این مسیر هم قطع از مسیر بالا به لوپ بک دسترسی پیدا کنه. داخل اون لوپ بک فقط کافی در دسترس باشه. اگر اینترفیس فیزیکی رو من به عنوان آدرس NTP سرور میذارم به هر دلیل اگه اون اینترفیس دان میشد عملا NTP سرور شما از دسترس خارج میشد. اما دو تا پروتکل بسیار مهم دیگه میخوام توی بحث مدیریت تجهیزات شبکه معرفی کنم، اینکه بحث پروتکل CDP که LLDP. CDP سیسکویه، LLDP نسخه استاندارد پروتکل CDPه. پروتکل CDP که حالا هم CDP هم LLDP کارش اینه که شما توی دیوایس که هستی میتونید دیوایس های همسایت رو ببینید بدون که بهشون کانکشی. مثلا میتونید بفهمی سویچه یا روتره، مثلا میتونید بفهمی به چه اینترفیسیش وصله، مثلا میتونید حتی مک یا آی پیش رو هم ببینی بدونی که بهش وصلی. شما به این با این شیوه میتونی به یه دیوایس وصلی دیوایس همسایه رو ببینی.
بعد به همسایه وصلی همسایه رو ببینی، همسایه وصلی همسایه رو ببینی، کانکتیویتی ها، اتصالات، مکا، آی پی ها، همه رو استخراج بکنی و اینجوری میتونی توپولوژی شبکه رو به دست بیاری. مثلا من نمیدونم توپولوژی شبکه چجوریه، من نمیدونم اینا چجوری به هم دیگه وصلن، کافی میام تو روتر آیه میگم چی، میذارم شو سی دی پی نیبر، نگاه میگه روتر آر 1 به روتر آر 2 وصله، خب از طریق لوکال اینترفیس از طریق فاست تنل 01 به فاست تنل 00. روتر همسایه چیه؟ 7206. چی هست سویچ روتر؟ روتر آر یعنی روتر، اس یعنی سویچ. خب دیتیلش هم بخوام ببینم دیتیل، خب دوباره میگه نگاه کنید دیوایس آر 2 آی پیش در 112 7206 به پورت فاست 01 وصله، از این به فاست 00، فاست 00 به فاست 01 وصله، آی او اس اش فلانه. ببینید اطلاعات کامل اون همسایه رو شما دارید یا با این دستور. این هنگ میکنه من فکر میکنم به خاطر همین پروتکل ان تی پی که فعال کردم، احتمال رفته سینک بشه اینجوری هنگ کرد. ببینید الان سینک شده و آن سینکرونایزه ولی داره اثر منفی خودش رو به جا میذاره. بله به نظر میاد که به معنی که NTP رفته سینک بشه هنگ کرده. این مشکلی که NTP توی محیط GN3 داره. خب ولی قبل از اینکه هنگ بکنه ما تونستیم ببینیم. حالا اینو میخواستم ببینم شو CDP نیبر، اگر بزنم میگم شو CDP نیبر، شو سی دی پی انتری مثلا آر یک. خب اینجوری باز هم میشه مشخصات دیوایس همسایه رو به دست آورد. پس سی دی پی پروتکلیه که شما میتونید با استفاده از اون مشخصات دیوایس های همسایه خودتو ببینی بدونی که بهشون متصل بشی. نوع دیوایسش چیه، اسم دیوایسش چیه، به چه اینترفیسی وصله، مکش چیه، آی پی چیه، اینا جزئیاتی که شما میتونید از روی دیوایس های همسایه به دست بیارید. معمولا از طریق پروتکل سی دی پی اطلاعات توپولوژی شبکه رو استخراج میکنن. شما وقتی وارد شبکه میشی که هیچی نمیدونی، کافیه به یکی وصلی روتر دیوایس های همسایه رو پیدا کنی، بعد به همسایه وصل میشه همسایه رو پیدا میکنه و اینجوری لیست تجهیزات و اتصالات چی به چی وصل شده، چه آی پی به چه آی پی وصل شده، در حقیقت میتونی اطلاعات رو استخراج بکنی. پروتکل CDP این توضیح اضافه رو هم در موردش بدم که پروتکلی که مستقیما رو لایه 2 سوار میشه، یعنی اصلا به آی پی وابسته نیست. لایه 2 هم هر چی میتونه باشه، میتونه اینترنت باشه، میتونه پوینت تو پوینت باشه، میتونه ای تی ام باشه، لایه 3 هم اصلا اهمیتی نداره. نسخه استاندارد اونم LLDP. من NTP رو برش دارم اگر بشه برش داشت. خب من روتر R1 رو دوباره روشن کردم، اینترفیس فست اینترنت 01، آی پیش هست 10.1.1.1.3255.0 و فست 00 هم که آی پیش داده بودم 192.168.1.200. خب پروتکل دیگه ای که وجود داره نسخه استاندارد CDP پروتکل LLDPه. پروتکل LLDP این دستورات شو CDP نیبر رو که با هم دیدیم، LLDP هم دقیقا مثل CDP. من اول بگم CDP رو اصلا چجوری باید فعال کنیم نگفتم. به چه دلیلی نگفتم؟ به خاطر اینکه به صورت پیشفرض CDP فعال هست و اتفاقا پیشنهاد میشه که CDP رو در جاهایی که مسئله امنیتی دارید حتما غیر فعالش کنید، یا حداقل CDP رو تو بخشی از شبکه که دسترسی به بیرون داره مثلا تو لبه شبکتون CDP رو غیر فعال کنید، یا CDP رو در زمانی که لازم دارید فعال کنید و در زمانی که لازم ندارید مجددا غیر فعال کنید. با دستور CDP run گلوبالی فعال میشه. توی هر اینترفیسی هم که میخواییم فعال کنید با دستور CDP enable فعال میشه. خب بدیهی که یه نو اگه اولش بزنیم غیر فعال میشه، یا دستور نو CDP ران اگر بزنم غیر فعال میشه CDP، و اگر من کلیر کنم اطلاعات قبلی و کلیر CDP تیبل و کانتر
و اگر بزنم شو سی دی پی نیوه. خب البته الان نمیشه قضاوت کرد، اینجا البته گفته سی دی پی غیر فعاله. اینجا اگه من کلیر کنم، کلیر سی دی پی ایبل، کلیر سی دی پی کانتر، اینو میخواستم بگم. الان نمیشه قضاوت کرد که واقعا دیتک میکنه یا نه، بخواد اینکه سی دی پی به صورت پیشفرض هر 60 ثانیه یه بار پکتاشو ارسال میکنه و بنابراین مطمئن بشید، و اینکه مطمئن بشید واقعا سی دی پی کار میکنه یا نه باید این مدتی منتظر بمونید. اما نسخه استاندارد سی دی پی LLDP حالا توی این دیوایس ساپورت نمیکنه. برای فعال کردنش دقیقا مثل سی دی پی، اول نکته دستور شو LLDP نیبل، شو LLDP انتری، دقیقا هم چیزای همون اطلاعاتی که توی سی دی پی هم وجود داره. برای فعال کردنش هم دست توی محیط گلوبال میذاریم LLDP ران که اینجا وجود نداره دستورش، و توی اینترفیس میذاریم LLDP ترانزمیت و ریسیو. اینترفیس فاستن 00 LLDP ترانزمیت و ریسیو که اینجا میبینیم که دستورش وجود نداره.